سلام به دوستان عزیز برنامه این شاخه های این درخت کهن حواسم پرت امروز می آمدم به محل تلویزیون که این برنامه رو ضبط کنم خبر پاریس رو شنیدم و کشتار عظیم و کشتار و اعمال کثیفی که از جانب یک گروه از بشریت در رخ میده در جهان ما اینطور که شنیدم کشداری که در پاریس شده بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون بی سابقه بوده حالا تعداد مهم نیست عمل اون تیراندازها، ها عمل اون تروریست ها مهمه بدون تردید این اعمال انگشت استفهام رو میبره به طرف سلس جمعیت دنیا که پیرو یک دین و اعتقادی هستند و زیر پرچم اون دین و اعتقاد دارند این چنین آدم کشی می کنند و این چنین بشریت رو لکه دار می کنند. اگر از این آقای داعشیا بپرسید آنها هم خواهند گفت که ما پیرو اسلام ناب محمدی هستیم چرا این دین میتونه قرائت های متعدد و متعدد داشته باشه به دلیل اینکه از سنت های قدیمی خودش جدا نشده به دلیل اینکه در 1400 سال پیش مانده این دین نیست که مانده این متولیان دین هستند که این چنین یک دینی رو عقب مانده نگه می‌دارند و امروز در مقابل جهان مدرن در مقابل جهان متمدن خودشون رو پاک باخته می‌بینند خودشون رو عقب افتاده می‌بینند و میخواند که از استکبار جهانی از دشمنی که مسلمان نیست اما دارا و تواناست علم داره هنر داره شهرسازی داره بهداشت داره فرهنگ داره و من ندارم قرار بود من داشته باشم پس چرا اینا دارند اینکه که و دو چینه در وجودش جمع میشه و میخواد چنین عکس عملی رو نشون بده من میدونم مفسرین سیاسی تفسیرهای متعددی کردند که بله ارتش آمریکا که حمله کرده به عراق و اتفاقاتی که در عراق افتاده سبب به وجود آمدن این نوع هسته ها شده و این نوع گروه های تروریستی ایجاد شدن اینها همه درسته اینها همه جزئی ای از واقعیت اما بنیان واقعیت ته حقیقت به اعتقاد من این است که جهانی به دست خودش به ابتکار خودش خودش رو از کاروان بشری عقب نگه داشته و حالا دست خالی در این جهان پر از همه ای امکانات ایستاده و میخواد اعتراض کنه و میخواد بشوره حتی برای شوریدن بر اون جهان متمدن و پیشرفته مجبور توفنگش هم از اونا بخره فاجعه رو ببینید در همین حمله پاریس ببینید که این آقایون چی دستشون بوده بس بر سر آخرین مقاومت های سنت در مقابل مدرنیسم نهایت قضیه اینه منتها اگر جهان مدرن اگر جهان متمدن این رو خوب بفهمه خوب تجزیه تعدیل کنه و از مسائل سیاسی و سوق و جیشی و منطقهی ای و این حرفها خارج کنه این مسئله رو شاید برای شاه حلی پیدا شه ولی کسانی هستند که دارن با آخرین نفسهای خودشون از یک چیزی دفاع میکنند که هاست مرده و امروز محکوم به مرگ خوب شما مقایسه کنید همین ها حکومت جمهوری اسلامی رو در ایران مقایسه کنید با خواسته های همین داعشی ها میبینید از زمین تا آسمون متفاوته این حکومتگران اسلامی در ایران هم از روزی که آمدند خواستند که زنها مثلا چادر سرشون کنند سی و شش ساله که تمام تمهیدات رو چیدند زندانها و هاشون رو از دخترهای مردم پروخالی کردند اسید پاشیدند شلاق زدند جریمه نقدی کردند موفق نشدند چرا برای اینکه جهان داره به راه خودش میره و تو نمیتونی این مسیر رو تغییر بدی برادر به این وضعی که امروز میبینیم رضایت دادند همین رو ببرید در یک جامعه دیگه ببینید که اگر یه دختری مثل دختر تهرانی در اون جامعه راه بره فردا میخوان گردنش رو تو میدون بزنن چرا برای اینکه یک جناهایی از همین مسلمان ها متوجه شدن که چگونه می بایست تتمه وجود خودشون رو حفظ بکنند و در این جهان با همه چیز نمیتونن مبارزه کنند با تمام پدیده های مدرنیسم نمیتونن مبارزه کنند نمیتونن ازش صرف نظر بکنند باید داشته باشنش باید وسایل مدرنیتر رو داشته باشن که بتونن در جهان امروزی زندگی بکنن اون کسی که وسایل مدرنیتر رو به تو میده یا میفروشه یا میاد برات منتاج میکنه اونم یه اخلاق و آداب و رسومی داره که اینها رو با خودش میاره حالا شما اسمش میذارید حجمه حجوم آره این حجوم داره به شما میشه هیچ چاره ای ندارید این جنگ این آخرین جنگ در میدان تاریخ بشریت جنگ مدرنیسم و سنت و اونی که پیروز میشه نهایتا جهان مدرن مدرنیسم و این سنت پوسیده خواه ناخواه راه قبرستان رو طی خواهد کرد اما به قیمت خون شاید میلیون ها مردم بیگناه من از این واقعه متاسفم نمیدونم چه بگم ولی شرمندم شرمندم از اینکه یه انسانی هستم عضو اون جامعه یا بودم عضو اون جامعه بگذاریم برگردیم به حرف اصلی خودمون ما وارد سلسله صفویه شدیم تاریخ های بسیار زیادی نوشته شده در مورد صفویه به وسیله مورخین ایرانی و عموم این تواریخ معتقد هستند و با سراحت اعلام کردند که ظهور صفویان سبب وحدت ملی در ایران شده کلمه وحدت ملی دو واجهیه که در 500 سال پیش اصلا در این سرزمین و سایر سرزمین ها مستاقی نداشته حالا اینی که وحدت ملی در طول این 220 سال سلطنت صفویه چگونه به وقوع نپیوست من باید نمونه و مستاخ رو به تدریج به شما عرض بکنم تا روزهای آخر این دوره صفویه که چگونه این وحدت ملی که ازش اسم میبرن اصلا به وقوع نپیوست نمیتونست به وقوع بپیونده اما اتفاقی که در ایران افتاد با وجود به وجود آمدن صفویه یک چیز بود اون این بود که یک حکومت مرکزی بعد از 900 سال به وجود آمد و حکومت های کوچکتر رو از بین برد یا فرمان بردار کرد و یک حکومت واحد به وجود آورد البته باز این حکومت واحد رو وقتی تاریخ دوره صفویان رو به دقت میخونی میبینی چندان هم حکومت واحدی باز نبوده اما بهتر از ملوک و توایفی قبلش بوده که هر شهری رو یه یاردانگولی شاهش باشه و خواسته ها و حالا من ندارم چه واژه بگم قانون اصلا معنی نمیده ولی عوامه رو خودشو بریزه رو سر مردم و با سلیقه خودش یه مردمی رو اداره بکنه این داستان در ایران برچیده شد حکومت مرکزی در ایران به وجود آمد این گروه یک گروه 25 درصدی بودند که با زور شمشیر 75 درصد بقیه هم خواستند که مثل خودشون شیعه بکنند ما امروز میدونیم ما امروز در میون مردم مؤمن و دیندار این رو میدانیم کسی که در خانواده سنی به دنیا آمده باشه و کسی که در خانواده شیعه به دنیا آمده باشه به این سهولت دیگه نمیتونه مذهبش رو عوض بکنه گاهی تا دم مرگم میخواد جلو بره گاهی میخواد با خون خودشم از این مذهبی رو که بهش اعتقاد داره حمایت بکنه و بهش وفادار بمونه بنابراین نمیتونیم ما این تصور رو داشته باشیم که اسماعیل صفوی با شمشیر کشیدن و کشتار مردم تبریز و سپس کشتار مردم سایر شهرها در سر تا سر مملکت به آن واحد یا, یا در یک دوره 18 ساله همه مردم ایران رو شیعه کرد این غیر ممکن به نظر میرسه اما یک امکان وجود داره اون این است که وقتی مردم سرهای بریده رو دیدن وقتی مردم تنهای شقه شده رو روی ها و معابر دیدند خب وحشت برشون داشت. بسیاری از اینها به قول خودشون تقیه کردند. گفتن بله ما شیعه است. دروغ گفتند. درویی نشون دادند. در خانه جور دیگری زندگی کردند، در کوچه ج... به گونه دیگری زندگی کردند که جانشون حفظ بشه و خونشون ریخته نشه. خب بنابراین ما پامونو داریم در خطه ای در سرزمینی میگذاریم که مردمش به خاطر حفظ حیات مجبورن درویی و ریا از خودشون نشون بدن و چون این ادامه پیدا میکنه این درویی و ریا نهادینه میشه در وجود اشخاص و آثارش در نسلهای بعدی به شکلهای مختلفی بروز میکنه و مشاهده میشه تو. حالا این نظر روانشناسی اجتماعی که میتونه اثراتی داشته باشه در روحیات، خلقیات و کنشهای مردم ایران در تواریخ بعدی حالت دیگریش هم این است که تسلیم من برای اینکه زنده بمانم تسلیم میشم هر چی شما بگید هستم هر کار شما بگید میکنم به هر کی میخواید فوش بدم حالا شرط شیعه شدن هم به این سادگی نیست این است که تو به قدیسین دین قبلیت لعنت بفرسی بگی لعنت بر ابوبکر لعنت بر عمر لعنت بر عثمان نمیدونم حتی به زن پیغمبر هم احانت کنی به آ... آیشه چرا برای اینکه اینها با علی مخالف بودند این تو شاره عام باید را بره اگر کسی گفت لعنت بر آیشه لعنت بر عمر اونم بگه بیش بیش بار نه, نه بیشتر فلان تایید کنه اگه تایید نکنه سرش از تنش جدا میشه خب مرد آ... انسانی که به خاطر زنده موندن از ترس حیات اعتقادش رو میفروشه چه مبنای اخلاقی برای این آدم در سایر موارد زندگی باقی میمونه اینا خودتون از خودتون سوال کنید حالا نکته مهم اینه که در گذشته از آغاز اسلام به این سو پیوسته شیعیان یک حزب سیاسی ضد خلیفه بودند در نتیجه چون ما مستعمره خلافت عرب شده بودیم و خلافت عرب بود که بر ما حکم میراند بعد از ساسانیان شیعیان کسانی بودند که این خلیفه رو مردود میشمردند باهاش مبارزه میکردند یک زل اشیه نه همه از یک زل اشیه با استقلال ایران و ایرانیت گره خورد پیوند خورد در نتیجه تمامیت ایران بعدها با شیعه در حقیقت حفظ شد این حرف درسته منکر این حرف نباید شد زمانی که اینها آمدند و دین رسمی رو شیعه اعلام کردند دو قدرت گردن کلفت مجهز خونریز خونخوار در دو سوی ایران وجود داشت یکی عثمانی بود که تا پشت دروازه های وین رفته بود اروپا رو گرفته بود یکی هم ازبک ها بودند که از بازباندگان مغول و تیمور باز اونها متحد شده بودند تا ارتش و سپاهی درست کرده بودند و منطقه رو به خاک و خون کشیده بودند و آماده که قسمت تمامی قسمت شرق ایران رو بگیرن که گرفته بودند که سالیان سال تمام استان خراسان و شهرهای این ایالت در دست اونا بود و اونا چپاول می کردن قارت می هر کاری دلشون می با این مردم انجام می از این طرف هم عثمانی بنابراین تشیع اینها سبب شد که یه اتحادی بین قبایل شمشیرزن ایرانی به وجود بیاد و سپاه مجهزی درست بشه در مقابل عثمانی وایسه و خودش دفاع کنه کما اینکه در طول این ادوار ما شاهدیم که بارها و بارها عثمانی ها با سپاهیان بیش از صد هزار نفر و صد و ۵ هزار نفر با توپهای بیشتر مجهزتر با تفنگدارهای بیشتر به خطه آذربایجان و کردستان حمله کردند و شهرهای متعددی رو تصرف کردند و سالیان درازی شهرهای آذربایجان در تصرفشون مونده یعنی آمدن قلعه ساختن قلعه داری کردن حکومت گذاشتن حاکم گذاشتن 20 سال مثلا در تبریز حکومت کردن و اگر قدرت قزلباش وجود نمی داشت و نمی تونست اینها را از خاک ایران بیرون بکنه رفته رفته اینها می آمدن کما که بارها تا نزدیکی اصفهان هم آمدن. بارها همدان رو هم گرفتند گرفته بودند و این سرزمین بین و ها و اسبانیا تقسیم شده بود و کشور ایران صاحب یک تاریخی میشد شبیه مثلا این عراق فعلی که هر روزی در طول تاریخ یک صاحب داشته این اتفاق در ایران رخ داد قیمتی با ارزش باید روش تکیه کنیم اما من به دنبال این نیستم که چه حوادث تاریخی بر ما گذشته و در این حوادث تاریخی چه اتفاقاتی افتاده این جزئی از مطلبه مطلب مهم این است که ما از نظر فرهنگ و تمدن از نظر شعور جمعی متوجه بشیم که ما در چه مرحله ای از شعور جمعی از فرهنگ و تمدن انسانی اصر خودمون بودیم این مهمه. برای اینکه همین آگاهی یا عدم آگاهی است که سنگ بنایی رو میگذاره و حکومت‌های بعدی به وجود میان. و یه روز سر در میاریم به خودمون نگاه میکنیم میبینیم ما که قدرت قاهره دنیا بودیم، ما که میتونستیم در مقابل قوی ترین ارتشا از خودمون دفاع کنیم. حالا زلیل و بدبختیم حالا باید انگلیس ها سالی دیویس هزار توان به ما پول بدن که ما پول داشته باشیم بتونیم در مقابل روسا مقاومت کنیم حالا انگلیس ها باید ماهی 150 هزار تومن به ما اعانه بدن که ما حقوق کارمندان دولتمونی بدیم و سر تا سر دولتمون نریزه فرو نریزه به این درجه از بدبختی افتادیم در پایان دوره قاجار دیگه عمق بدبختی های تاریخی ایران مشاهده میشه سنگ بنای این بدبختی ها این عقب ماندگی ها از یه زمانی گذاشته ریخ، شده ریخته شده و ادامه پیدا کرده رسیده به اینجا این نکته مهمی است که من در دوران صفویه میخوام روش تکیه کنم و بهش اشاره کنم و صرف نظر از تمام تاریخ هایی که مورخین اون زمان و حتی مورخین اصر حاضر مورخین اصر حاضر هم که راجع به صفویه می نویسند ناچارند به خاطر خوش آمد دولت فعلی تمام امکانات رو تمام قدرت ها رو تمام خوبی ها رو به تشیع اختصاص بدن و اعلام کنن که این تشیع بود که ما رو نجات داد خب اگر ما رو نجات داد با کجای ملان در آن سو اونهایی که با عثمانی می جنگیدند کشورهای اسپانیا اتریش مجارستان اونها کجان امروز ما کجاییم یه جایی یه غلطی آغاز شده و اون حرف غلط ادامه پیدا کرده ادامه پیدا کرده ادامه پیدا کرده رسیده به پایان دوره قاجار من این خط خیلی خیلی محکم رو هم میکشم خیلی پررنگ رو هم میکشم که تاریخ رو تا دوره قاجار و انقلاب مشروطه براش یک تعریفی باید داشته باشیم و از انقلاب مشروطه به بعد خب حرف و سخن دیگری داریم که راجبش صحبت خواهیم کرد بنابراین اول بیاییم ببینیم این ده یازده تا پادشاه صفوی چجور آدمایی بودند سوادشون چقدر بود خلقیاتشون چی بود از چی خوششون میومد از چی بدشون میومد رفتارشون با مردم چگونه بود رفتارشون در با خودشون و فرزندان خودشون و برادران خودشون و برادرزادگان خودشون چگونه بود اینا چگونه زیستند چگونه این عمر رو سپری کردن برای خودشون ضمن اینکه اگر ما اخلاق و صفات یازه پادشاه رو امروز زیر ذره بگذاریم مطمئن نیستیم که اینها نمونه کامل و وافی و شافی از کل جامعه باشند چرا؟ برای اینکه اینها افرادی بودند اثرگذار و جامعه گروه توده های مردمی بودند اثر پذیر برابر این باید به این نکتم توجه کنیم میرم حوادث اتفاقات حالاتی که در طول تاریخ ثبت شده به وسیله مورخین خودشون و خارجی ها جمع بری میکنیم یک یک اخلاق و صفات این پادشاهان رو اول میگیم که ببینیم ما با کیا طرف بودیم اینا قرار بوده که یک ایران قوی یک ایران بزرگ و یک ایران مستقل رو پایگذاری کنند اول شاه اسماعیل که مؤسس سلسله است ما میدونیم که در 15 سالگی ایشون شیروان و نخجوان و اون مناطق رو گرفت و شیروان شار و کشت و آمد و تبریز هم گرفت و گفتیم دیگه نمیگه ولی حرکاتی که ایشون از خودش نشون میده از همون آغاز فتوحات در سن 15 سالگی اولا یه چیز مشخصه که یه انسان تا سن 15 سالگی اون هم در شرایطی که نصف بیشتر این عمر 15 ساله رو در تبعید و فرار و اینا گذرونده یه چند سالی فراغت داشته در لاهیجان که حاکم لاهیجان براش مدرسه تهیه کرده معلم گذاشته معلم اون دوره هم جز قرآن شریعت و قزلیات سعدی و حافظ چیز دیگه این نداشتن به کسی یاد بدن وقتی که ما مراجعه می به مدارس دوره صفوی که این مدارس کجا بودند کنار مسجد ها تو حجره های مساجد ما بنای مستقل برای مدرسه هرگز نداشتیم مساجد سحن حیاتش دور تا دور غرفه 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 هایی بوده که یه عده ای از طلبه ها با دست مزدی از محل اوقاف به یه اده از بچه ها درس یاد میدادند اون طلبه خودش چی یاد گرفته بود قرآن و شریعت و احکام دین مذهب شیعه و مقداری هم گلستان و غزلیات سعدی و غزلیات حافظ اینا های مدرسه بود. هیچ حالا اندکی ریاضی شاید. اما موارد استثنایی هست که دیگه اون مطالعه کنندگان و دانشمندان و اون بالا 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 ها هیئت و نجوم و ریاضی و طب و اینها هم مطالعه میکنن که اونها درصدشون یک در ده هزاره حالت عام اینه بدیهی است که تازه همه بچه ها نمیتونن برن تو این حجره ها درس بخونن که بعضی از پدر مادرها که رو دارند این بچه رو میفرستن بره تو اون حجره که همین قرآن شریعت و زاد المعاد و غزلیت سعدی رو یاد بگیره این هم امر عمومی نبوده به طور کلی آموزش و پرورش برای بچه هفت ساله هرگز 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 در ایران عمومیت پیدا نکرد تا مطابق یک تصویب نامه ای در دوران محمد رضا شاه که بازم به درستی نتونستیم اجراش کنیم اونم سر جاش باشه ولی این قانون تحصیلات اجباری ابتدایی در این اواخر برای ما تصویب شد و شد قانون هیچ وقت نبود شاید حالا در این اصلی که ما داریم صحبت میکنیم یک یا دو درصد بچه ها همین خواندن نوشتن و زادالمعاد و شریعت و نمیدونم فقه و خوندن ازلیات و و, و بوستان رو میرفتن یاد میرفتن این سطح سواد بوده خب برگردیم بنابراین اسماعیل در 15 سالگی نمیتونسته چندان آدم دانشمندی باشه نه از بابت علومی که امروز با علم میشناسیم حتی همون چیزهایی که در اون زمان بهش میگفتن علم علم فقه کلام نمیدونم این ها در اون مورد هم معمولا اینهایی که میرن تو این حجرات میگیرن میشینن این درس سال رو بخونن 14 سال 15 سال 20 سال درس میخونن که برسن به مقام حجت الاسلامی این چیزی ولی ایشون در 15 سالگی با اندک مایه سوادی که در لاهیجان یاد گرفته اما چون باباش صوفی بزرگ بوده و ایشون پسر اونه ایشون هم شده مرشد کامل و این مرشد کامل هر دستوری میده مریدان جان نسار بلافاصله انجام میدن اولین کاری که میکنه میره سر قبر شیروانشاه جسد شیروانشاه رو که پدرش رو کشته بود در میاره و با اون جسد یه بیعدبی ها و بیحرمتی میکنن بعد میسوزونند این کار پیوسته در زندگی شاه اسماعیل ادامه داشته وقتی هم که میره به بغداد و بغداد رو میگیره اول کاری که میکنه قبر ابو حنیفه رو باز میکنه ابو حنیفه یکی از چهار رکن فقه سنی هاست آدم خیلی خیلی بزرگی است در جامعه اسلامی میره قبرش رو باز میکنه بعد با همون بسات رو, رو میندازه با استخونهای ابو حنیفه که حالا ما نمیدونیم اونجا استخونی بوده یا نبوده ولی آتیش میزنه و میسوزونه و استخوناش میسوزنه و اعلام میکنن که ما استخونهای ابو حنیفه رو سوزوندیم اینی که پدرت رو در میارم پدرت رو میسوزونم پدر سوخته فلان کردم به قبر پدرت یادگار این درست ببینید اعمال ما چگونه در تاریخ میمونه و اثراتش هم میمونه تا جایی که امروز نمیدونیم چرا این بچه تو کوچه به اون یکی میگیرم فلان کردم به قبر پدرت این آمده تو فرهنگش دیگه پدرتو میسوزونم پدرت در میارم در آوردن یعنی از قبر در آوردن مونده تو کارش شاه اسماعیل یکی از بدکشترین و سخت کشترین آدمایی بوده که می شده مشاهدش کرد وقت هم تموم شد در جلسه بعدی راجع کشت و کشتارهای شاه اسماعیل حرف خواهم زد فعلا شب روزتون بخیر